خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دانش آموزان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، نماز روزها قبول باشه انشاءالله. همه رو دعا کنید، دعای بچه های کنکوری خیلی میگیره، خیلی تاثیر داره. دیگه عرض کنم خدمتتون به اجابت نزدیک تره. روی این حساب پس دریغ نفرمید. خب در خدمتتون هستم، امیدوارم که ما بتونیم تو این ساعت و زمانی که در خدمتتون هستیم، فصل چهارم، اگر که مطالب، سوال، نکته هست که حالا برای شما مطلب جا نیفتاده، توضیح دادم براتون یاد نگرفتید، اینها رو در انتهای کلاس بپرسید، در طول کلاس بپرسید و بعد هم ادامه میدیم بحث از فصل چهارم به بعد، نکته هاش رو میگیم. کلاسمون حدوداً تا 10 طول میکشه دیگه، حالا 10 دقیقه به 10، یه رو به 10، اینقدر طول میکشه. انشاءالله با جدید جلسه دیگه هم فکر کنم در خدمتتون باشم. خب من این توضیح بچه ها براتون بدم، شاید بعضی از شماها با من نبودین یا بودین. توی کتاب 12 چند تا مبحث کلن حذفه، یکی بحث گنج حکمت 8 تا، 4 تا روانخانی و 4 تا هم شعرخانی. یعنی اینها رو دیگه نمیخواد واقعا بخونید، هم برای امتحان نهاییتون نخونید، بهش توجه نکنید، و هم برای کنکور اصلا بهش توجه دیگه نکنید. ولی توی پایه 10 و 11 اینها هست نیست. خوب دقت بکنید، توی پایه 10 و 11 هست نیست. اگه بچه های انسانی هم الان تشریف دارن در خدمتشون هستیم، بچه های انسانی از درس علوم و فنونشون فقط کارگاه متن پژوهیشون حذفه، خود ارزیابی هاشون که بعد از درس هاست دیگه هست نیستش. پس این رو لطفا مد نظر خودتون قرار بدید که خب بسیار هم مهم هستش. خب بچه ها، من فصل اول رو، فهرست رو میارم، یک سری درس ها رو من دورش رو خط میکشم که اینها رو لطفا بیشتر از بقیه درس ها برای کنکور مطالعه بکنید، حالا امتحان نهایی که هیچ، برای کنکور مطالعه بکنید، که حالا این رو در انتهای کلاس خدمتتون، در انتهای کلاس میگم. خب فصل چهارم ما درباره ادبیات به اصطلاح سفر و زندگی هست، ادبیات سفر و زندگی که از پاریس تا پاریس هست، سه مرکب زندگیه که گنجهای حکمت رو حذف میکنیم، درس نهم کویر دکتر علی شریعتی و روانخوانی رو هم حذف میکنیم. کلن 2 تا درس داریم توی بحث ادبیات و سفر و زندگی، 2 درس هست، یکی درس از پاریس تا پاریس و یکی هم درس کویر که بسیار هم مهمه. خب از پاریس تا پاریس یک خاطره ای هست، یک خاطره سفر و زندگی شخصیتی به نام محمد ابراهیم باستانی پاریزی هست که اتفاقاتی که در طول دوران تحصیل و زندگیش افتاده، از اقامت در شهر روستای خودش، شغل و همچنین رفتن به کشورهای مختلف و برگشتن، و این سری اتفاقات رو برای ما با زبان خوب، نرم و شیرین داره بیان میکنه. حالا من یک سری نکاتی هست رو خدمتتون اینجا مطرح میکنم، یک سری موارد مهم رو که حالا علامت زدم رو میگم، بقیهش رو هم که دیگه به اصطلاح میریم جلو. خب دقت داشته باشین بچه ها لطفا دیگه، یک سری کلمات من بولدش میکنم، اینها رو حواستون باشه. الاغتور، الاغتور یعنی حالت رفتن با الاغ هست، یعنی استفاده کردن با الاغ. کران اسم جایی هست، قنات حسنی هم جایی هست. بچه یک نکته مهم توی این درسه، خیلی از وابسته های وابسته ها صحبت میشه، اگه یک صفحه دو صفحه دیگه ورق بزنید، این یک صفحه دو صفحه دیگه کارگاه متن پژوهی شما رو مطرح میکنه. آقای مهندس این کوله رو میشه زحمت شو بکشید، آقا ببخشید، کارگاه متن پژوهی وابسته های وابسته ها رو میاد که بچه ها قول 100% بهتون میدم با اطمینان
با اطمینان که بحث وابسته‌های وابسته‌ها ترکیب‌های وصفی و اضافی وابسته‌های پیشین و وابسته‌های پسین 100% توی امتحانایی که دارین هیچی هستن، توی کنکور هم یک سوال 100% دو تا سوال، حالا احتمال خیلی زیاد داره تبدیل بشه به دو تا سوال. اینم از این بچا. این نکته رو هم بگم، امسال تا میتونید برای امتحان نهاییتون برگه‌ها و امتحان‌های 5 6 سال اخیر رو خوب تحلیل بکنید. یکی از مواردی که امسال من و همکارای من به اصطلاح در آموزش و پرورش بهش خیلی تاکید داریم در طرح سوالات، حالا به خاطر فضای مجازی، به خاطر ناهمسان بودن امور آموزشی بین دانش آموزهای مناطق مختلف، به این توجه کردیم که بیشتر سوالات رو اختصاص بدیم به بحث برگه‌های امتحان نهایی. این رو لطفا مد نظر خودتون قرار بدید که انشاءالله تو این قسمت هم دانش آموزی به مشکل نخوره. حالا این هفت فرسنگ و اینها رو بعدا من توضیح میدم. بریم اتراق کردن حواست باشه، املایش دقت داشته باش، بعد ادامه میدیم دیگه. اینجا من بعد چیز رو ببینم که به اصطلاح بچه ها اینجا خیلی مهمه، کلمه کازیه، جا کاغذی، کازیه، جا کاغذی، حواست باشه، کلمه مهمیه. بعد عرض کنم خدمت شما، میایم اینجا قسمت پایین این کلمه های مثل غایت القصوا، کلمه مهمی هست، استبعاد، دور بعید بودن، کلمه مهمیه. بعد دیگه عرض کنم خدمت شما کلمه های مثل تیلسان، حواستون باشه، املایش فوق العاده مهمه، توی املاها خیلی داره تکرار میشه. بچه ها سرپر زدن، به قول بیرجندی ها، به قول بیرجندی ها در این شهر یک سرپری زدیم. سرپر زدن به معنی اقامت کوتاه در جایی هست، این هم توی ذهنتون باشه، اقامت کوتاه در جایی که خیلی هم مهم هست. استبعاد هم گفتیم از بعید، بعید و دور میاد. بعد بچه ها حسابی مهم، امروز همین الان به اصطلاح مطالب رو بررسی کردیم، امروز تست کانون و گزینه‌دار رو بررسی کردیم، مکرر این نکته اومده که از بیم عقرب جراره دموکراسی قرن بیستم ناچار شده به مار قاشی حکومت سرهنگ ها پناه ببرد. بچه ها نگاه کنید این چه مفهومی داره، میگه از چاه، از چاله در آمدن و در چاه افتادنه، این مفهوم رو داره، از چاله در اومدن و به چاه در افتادنه، از بیم عقرب جراره دموکراسی. جراره به اصطلاح نوع عقربه که حالا نیش خیلی زننده ای داره. قرن بیستم به مار قاشی، قاشی هم نوع مار هست که حالا خیلی سمی هست و اینها. املایش لطفا دقت بکنید، پس میگه از یک بدی به یک بدی، بدی بیشتر چیکار کرده، وارد شده. خیلی مهمه، حواستون باشه. بچه ها اینجا یه نقش طبعی داریم، کی میتونه بگه چه نقش طبعی اینجا داریم؟ چه نقش طبعی اینجا داریم؟ باریکلا امیر محمد، باریکلا، بدل داریم. بچه ها من سه تا نکته درباره بدل بگم، سه نکته مهم درباره بدل. بدل جز کدوم نقش ها بود بچه ها توی 11 هم میخوندید؟ جز نقش های طبعی بود. نقش های طبعی ما بچه ها چند مورده؟ سه مورده کلن تو کنکور فوق‌العاده داره میاد. یکی عطف معطوف، دوم تکراره و سوم چیه؟ بدله. پس نقش های طبعی سه نکته، یکی بدله، یکی معطوفه و یکی هم تکرار هست، درسته؟ سه تا نکته درباره نقش های طبعی. بدل بچه ها سه تا نکته مهم یاد بگیر دربارش. یکی این که این اسمی که اول میاد با این عبارتی که داره توضیح میده باید هم نقش باشه، حتما باید هم نقش باشه، اگه هم نقش نباشه بدل نیست. خب اینجا روم نهاده، پایتخت ایتالیا هم نهاده. دوم بچه ها بین این اسم و این توضیح نباید هیچ کلمه یا نقش نمایی وجود داشته باشه، کلمه یا نقش نما به هیچ عنوان بین روم و پایتخت ایتالیا هیچ کلمه یا نقشنمایی نیست.
روم که پایتخت ایتالیاس دیگه بدل نیستش. درست شد؟ نکته بعدی بچه ها، حذف یعنی چی حذف؟ یعنی اگر من روم رو بردارم بگم پایتخت ایتالیا شهریست، جمله من ناقص نشه. یا اگر من پایتخت ایتالیا رو بردارم بخونم روم شهریست، جمله من به هم نخوره و ناقص نشه. پس این رو به عنوان چی در نظر میگیریم بچه ها؟ به عنوان بدل در نظر میگیریم. درست شد؟ توی تست های کنکور بچه حتما این نکته توی ذهنتون باشه. یک، هم نقش بودن، اسم و توضیح هیچ نشانه و نقش نمایی نداشتن و هر کلمه رو که برداریم جمله رو با کلمه دیگه خوندن جمله ناقص نشه. این هم از این بچه ها. قطور رو حواستون بهش باشه، کلمه بسیار مهمیه. بعد میاییم اینجا آی مهندس اینا رفت چرا؟ اینا کجا رفته؟ اینا اینا رفت اینجا؟ آها مرسی. خب بچه ها نگاه کنید، کلمه که اینجا بسیار مهمه توی املاها خیلی میاد موسولینی هست، حواستون بهش باشه. دولت مستعجل از عجله میاد. کلمه سوء هاضمه فوق العاده مهمه. دیگر نقشه طبعی رو یه توضیح بدیم. بله حتما. اجازه بدین اینو بگیم، یک صفحه جدید باز کنیم، میگیم حتما. بعد عرض کنم خدمتون بچه کلمه تاق. تاق کلمه بسیار مهمه. این حالت هلال ها، تاق ابرو اضافه تشبیه هم توی شعرهای غنایی خیلی درست میکنه. بعد دیگه بچه به چیزی چشم داشتن کنایه خیلی مهمه. بعد اینجا شعر، حواستون باشه کاووس کیانی که کیش نام نهادند، کی بود، کجا بود، کیش نام نهادند، کیش نام نهادند، این کی به معنی پادشاه، کی بود، چه کسی بود. پس این دوتا و این دوتا رو ما میتونیم چی بگیریم بچه ها؟ جناس همسان بگیریم. درست شد؟ نام نهادند، جناس همسان، کاووس کیانی که کیش نام نهادند، کی بود، کجا بود، کیش نام نهادند. میشه مفهوم مجازی هم بگین یعنی چی؟ ممنون. بله معنای مجاز رو هم براتون توضیح میدیم حتما. بچه ها نیا کنید بذار این درس تموم بشه بعد سوالاتتون رو بپرسید. خب من صفحه جدید بیارم که قشنگ بتونم توضیح بدم. بذار این درس رو بریم تموم بشه بعد یک وسطش میگیم توضیح میدیم. خب میگه کاووس کیانی که که بود، اونو پادشاه نمیدن. خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان، خاکی که رنگین شده از خون ضعیفان، این ملک بغداد و ریش نام نهادند، آن را بغداد و نی نام نهادند. خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان، این ملک. الان بچه اگه بگم یک ترکیب وصفی مشخص کنید، این یک ترکیب وصفیه براتون. صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب، تا شد تهی از خیش و نیش نام نهادند. شیوه بلاغی توش به کار رفته. اینا همه رو دیگه بچه باید بلد باشید ها، خیلی مهمه. شیوه بلاغی توش به کار رفته. چرا شیوه بلاغی به کار رفته؟ چون که فعل اومده بعد نهاد اومده، در از هست یکی چوب. صد تیغ جفا بر سر و تن دید، چه چیزی را دید؟ صد تیغ جفا را، پس میشه مفعولمون. بر سر و تن میشه متمممون. سوال، این واوی که بین سر و تن اومده میشه چی بچه ها؟ واو عطفمون. تن همچون عطف شد متممه، اصلا مکس نمی کنیم. نکته مهم، شیوه بلاغی رو هم یه توضیح بچه ها همه رو توضیح بدین؟ خب ایراد نداره. اوکی اوکی بچه ها سوالاتتون لطفا یه گوشه جزوه چیز یادداشت بکنین. همین که من سفر رو آوردم، چون اینجوری سوال همه گم میشه، خب تو درتو میشه. همین که من سفر رو آوردم سوال به سوال به اصطلاح ما یکی یکی حل میکنیم براتون. اوکی خب. بعد تا شد توهی از خیش و نیش نام نهادن. بچه ها تا از خیش توهی شد، نکته مهم، نکته مهم، حواسه باشه بچه ها. نگاه کنید یک نکته بسیار مهم برای تشخیص واو که یکی از سوالات مهمه، حتما توی امتحان نهاییتون میاد و توی کنکور هم یک به اصطلاح باز اشاره بهش میشه.
این بحث بچه چی تشخیص واوه. من یک نکته اینجا میگم، حواستون باشه بچه، این واو به سه دسته تقسیم میشه، یا واومون واو عطفه، یا واومون واو میانونده، یا واومون واو ربطه، یا همپایه سازه. به هیچ عنوان، بچه خوب دقت بکنید چی میگم، به هیچ عنوان تا زمانی که در ادبیات، در تست های کنکور، در امتحان نهایی، در آزمون ها، تا زمانی که ساختار جملت رو درست نکردی نقش به کلمه نده، به خصوص به واو عطف. الان نگاه کنید، من الان اینجا اگه بگم که از خیش و نیش نام نهادی چیه، دانش آموزا میگن چون بین دو تا کلمه اومده پس این میشه واو عطف. خوب گوش کن، واو عطف بچه ها بین دو واژه میاد. مثلا میگیم علی و حسن، این از این. یه نکته مهم بچه ها اینجا وجود داره که مهمترین واو عطف، مهمترین نقشش اینه که کلمه قبل و بعد خودشو هم نقش میکنه. بچه ها این خیلی مهمه ها. یعنی اگه داشته باشیم علی کتاب را و دفتر خرید، اصلا من مکس نمی کنم، کتاب را مفعوله، دفتر هم مفعوله. اگه تشخیص بدم که 100% این واو عطفه، دیگه بچه ها کلمه قبل و بعد هم نقش میشه، هر نقشی که میخواد داشته باشه. علی به مدرسه و خانه رفت، به مدرسه متممه دیگه، خانه هم متممه. آقا 100% این نکته. این از این. بچه ها میانوند چیه؟ حواست باشه بچه ها، میانوند بین یک واژه میاد، بین یک واژه. دقت کن چی گفتم، اینو گفتم بین دو تا واژه، اینو دقت کن میگم بین یک واژه میاد، بین یک واژه. مثل چی بچه ها؟ مثل جستجو. مثل چی بچه ها؟ مثل پرسجو. نگین پرسجو و جستجو یک دو واژه است. هر زمانی که حتی اگه 5 تا کلمه هم باشه یه مفهوم رو به ما برسونه، اون رو به عنوان یک واژه در نظر میگیریم. پس این واو ها رو واو چی در نظر میگیریم بچه ها؟ میانوند در نظر میگیریم. واو ها زیادن ها، ولی این سه تا واو توی کتاب فارسی 10-12 خیلی پر کار برده. یکم بچه ها واو چی؟ ربط همپایه سازه، که به اصطلاح ربط همپایه ساز چیکار میکنه؟ بچه ها جمله مرکب برای ما نمیسازه. فوق العاده مهم، دانش آموزا توش اشتباه میکنن. پیوندهای وابسته ساز جمله مرکب برای ما میساخت، که جمله پیرو و وابسته پایه و هسته به ما میداد. پیوند واوهای همپایه ساز به هیچ عنوان جمله مرکب فقط دو جمله رو همپایه میکنه. 4 تا همپایه ساز داشتیم، 4 تا همپایه ساز داشتیم. بگین بچه ها، یکی واو بود، یکی یا بود، یکی ولی بود، یکی هم اما بود. درسته، اینها همپایه ساز هستن. حالا این واو همپایه ساز جاش کجاست بچه ها؟ بین دو جمله میاد. یعنی چی؟ یعنی بعد از فعل میاد. خب درست شد، همه متوجه شدین؟ حالا بچه ها نگاه کنید، من اینجا الان زیر این واو رو بلش میکنم، به من دیگین چه واویه. با توجه به توضیحی که دادم، اول بیا ساختار رو درست کنیم. تا شد توهی از خیش و نیش نام نهادن، جمله اینجوری درست میشه. دقت کن، میگم تا از خیش توهی شد و نیش نام نهادند. درست؟ حالا اگر من اینجا میگفتم این واو چیه، بعضی از دانش آموزا شاید اشتباه میکردن، میگفتن آقا واو عطفه. ولی بچه حالا که ساختار درست شد، یعنی بعد از فعل قرار گرفته، قبلش فعله، حالا میگم واوم واو چیه؟ واو ربطه، بین دو تا جمله اومده، جمله ما چیکار کرده؟ همپایه کرده. درست شد؟ که این جمله یک جمله مرکب هم هست. درسته؟ جمله مرکبش چیه بچه ها؟ جمله مرکبش چیه؟ مصرع اول کلن پایمونه، این تا پیوندمونه، این مصرع دوم رو کلن چی در نظر میگیریم؟ پیرو یا وابسته در نظر میگیریم.
این هم از جمله مرکب، درست؟ آقای مهندسی که از بچه ها اجازه گرفته یک زمانش این پیام، بچه ها پیام بفرستید، امکان نیست که ما میکروفون ها رو وصل کنیم. خانم محبی جان مشکلی نداره؟ آره بچه ها سعی کنید پیاماتون رو بفرستید، اگه دانش آموزی پیامش رو فرستاد متوجه نشد بعد حالا ما کاری میکنیم که میکروفونتون رو وصل بکنیم، ایراد نداره. خب بریم بعدی. دلگرمی و دمسردی ما بود که گاهی مرداد مه و گاه دیش نام نهادن. یه لف و نشر قشنگی توش وجود داره، یکی دلگرمی یکی هم دمسردی. دلگرمی بچه ها با مرداده، دمسردی بچه ها با دیه. اینا رو بهش میگیم لفای یک لفای دو، اینا رو بهش میگیم نشرای یک نشرای دو. لف و نشرش هم چیه بچه ها؟ مرتبه، درست شد؟ سوال بچه ها، الان توی مصرع دوم آیا مسند توی بیت داریم؟ نام نهادن یک فعل، نام نهادن چطور نهادن؟ نام نهادن چطور گاهی مرداد ماه و گاهی دی ماه نام نهادن، یعنی پنداشتن، به حساب آوردن. آیین طریق از نفس پیر مغان یافت، آن خضر که فرخنده پیش نام نهادن. بچه ها خضر رو هر جای دیدین تلمیح در نظر بگیرید، خضر رو هر جای دیدین تلمیح در نظر میگیرید. آیین طریق، طریق رو به یک آیینی تشبیه کرده، میتونیم اضافه تشبیه در نظر بگیریم. پیر مغان بچه ها تلمیح داره، پیر مغان مرشد، پیر مغان راهنما، پیر مغان هادی. آن خود که فرخنده پیش، فرخنده پی یعنی بچه ها خوش قدم، خوشیوم، خوش رفتار و اینها میتونه معنی بده، درست شد؟ این از این. خب ورق بزنیم اینجا بچه ها. نکته خاصی توی این قسمت نداریم، فقط یک نکته هستش اینجا، گفته با راهم به بروکسل پایتخت بلژیک رفتم. باز اینجا پایتخت بلژیک رو میتونیم به عنوان بدل در نظر بگیریم، درست شد؟ به عنوان پایتخت خب اینم از این نکته نیست. سوال دارین؟ استاد کوتن. آقا پوریا سلام، خوبی؟ پوریا ما الان درس فصل چهارمیم، درس هشتمیم. مفهومش چی بود؟ مفهوم کدوم؟ بچه ها مفهوم این بیت آخر، آیین طریق از نفس پیر مغان یافت، آن خیز که فرخنده پیش نام نهادن، میگه اگر پیرو پیر باشی، پیرو مرشدت باشی، پیرو به اصطلاح اون راهنمات باشی، پیرو اون حادیث باشی، فرخنده پی میشی، خوشبخت میشی، سعادتمند میشی. اگر در راه سیر و سلوکت از یک پیر با تجربه استفاده کردی، فرخنده پی میشی، خوشبخت میشی، سعادتمند میشی، درست شد؟ این هم از این. خب بچه ها لطفاً این پانوراما رو هم حالا یک نوع نقاشی از لحاظ املایی دقت بکنید بهش، مهمه. واو رو بچه ها اکثرا نمیخونن، من ببینم با چه علامه زدم. اینجا دیگه نکته ای نداره و بیایم به قسمت آخرمون که میرسیم به آقا دستتون نکنن مچکر. آره بیایم قسمت آخرمون، از پاریس تا پاریس، محمد ابراهیم باستانی پاریسی. اوکی تا اینجا بچه ها؟ حالا بچه ها من این قلمرو رو میگم، بعد از قلمرو میایم به سوالات شما پاسخ میدیم با اجازتون. پس حواستون باشه، تاریخ ادبیاتش یادت نره. از پاریس تا پاریس، محمد ابراهیم، نه پاریس تا پاریسه، یک باستانی و پاریسی هم داره. این هم از این. ورق بزنیم. آها
بچه ها دقت داشته باشید. یه نکته بچه ها خدمتتون بگم. دختر خانم ها و آقا پسرهای گل، حواستون به من باشه. اگه تا الان متن خوانی ادبیاتتون خوب نبوده برای کنکور و برای امتحان نهایی، اصلا نگران نباشین. همین الان هم زمان خوبیه. اگه واقعا زمان کم داری دیگه متن خوانی نکن. من در انتها چند تا درس و جلسه بعدی برات انتخاب میکنم، میگم اینا رو هم برای کنکور بخون هم برای امتحان نهایی. این یک نکته. بعد بچه ها لطفاً بیشتر بپردازید به قلمروها. مثلا قلمروهایی که الان ما داریم چیکار میکنیم؟ حل میکنیم. خیلی مهمه، خیلی مهمه، حواستون باشه. به خصوص قلمروهای فکری. چرا میگم مهمه بچه ها؟ به این دلیل که پارسال توی کنکور خودش رو چیکار کرد؟ خوب نشوندا. درست؟ حالا این واژه بچه ها یکی از سوالای مهم یک کلمه میارن معنیشو میخوان در بیت های مختلف. مثل هم جزوتون توی گروه تلگرام قرار بدید. بله این جزوه در اختیارتون قرار میگیره. تاق پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف. یکی از معنی‌های تاق یکتا، بی همتا، تک، فرد. نهاده به تاق اندرون. بچه تاق اندرون یعنی ایوان، اون قسمتی از ساختمان که حالت چی داشته باشه؟ گنبدی شکل داشته باشه، ایوان ساختمان. چون ابروی معشوقان با تاق و رواق است. بچه این شکل ابرو، این شکل ابرو درسته؟ این هم بچه تاق. نیا کنید چقدر هم شبیه تاق ابرو، یعنی اون انحنای ابرو. حواستون باشه. پنج گروه املایی پیدا کنید. هیچی، خودتون پیدا کنید. حالا من سعی کردم کلمه های مهمش رو بنویسم. همه تون کازیه تایپ بکنید، ببینم تو ذهنتون هست. کازیه تایپ بکنید بچه ها. همین امشب گفتم ها، کازیه. باریکالله، آفرین آفرین، تموم. بچه ها یه نکته، تو کنکور گاهی وقتا سوال عجیب غریبی میبینید. گاهی وقتا ممکنه خب معنی کازیه رو با تصویر ازت بخوان. کازیه یعنی جا کاغذیه، یعنی چهار تا تصویر بدن بگن کدوم گزینه مربوط به کازیه است. پس از این دید هم میشه به سوالات نگاه بکنیم. خب بچه ها دقت داشته باشید. وابسته ها 100% توی کنکورتون میاد، 100% توی امتحان نهایی هم میاد. چند تا وابسته داریم؟ کلن 5 تا وابسته داریم. وابسته ها رو با هم مرور بکنیم. 1 ممیز، 2 مضافون الیه مضافون الیه، 3 صفت صفت، 4 صفت مضافون الیه و 5 هم قید صفت هست. اینا رو بچه ها خوب باید یاد بگیرید، خوب باید بتونید تشخیص بدید و خوب باید بتونید نمودارهای پیکانیش رو بهش بدید. حالا بریم اینجا توضیح بدم. اولی بچه ها ممیزه. آقا من یه فرمول درباره ممیز می‌نویسم، اینو لطفاً توی ذهنت بسپار. این فرمول ممیزه. صفت به اضافه واحد شمارش به اضافه اسم. بچه ها این فرمول لطفاً توی ذهنت داشته باش. اینجوری بود بهش میگی ممیز. اینجوری بود بهش میگی ممیز، وگرنه دیگه ممیز نیست. صفت واحد شمارش اسمه. حتما باید صفته بیاد، حتما باید واحد شمارشه بیاد، حتما باید اسمه بیاد. غیر ممکنه که از این قسمت ها نباشه. درست شد؟ این از این. بچه ها حالا ممیزا چیه؟ کل ممیزا رو اینجا برات آورده. یه چند تا نکته هم من میگم. هر چیزی که توی ذهن من ایرانی و شمای دانش آموز ایرانی به عنوان واحد شمارش به حساب بیاد، اون رو چی در نظر میگیریم؟ اون رو به عنوان ممیز در نظر میگیریم. بچه ها تون، کیلوگرم، گرم، فلان، فرسخ، فلان، دست، فلان، توپ، فلان، تخته، فلان، دستگاه، فلان، اینا همه چیه بچه ها؟ ممیزه. حالا خوب گوش کن. اینجا اگه داشته باشیم 1 گلستان محبت، گلستان جز اینا نیست. یک اومده واحد شمارش نیومده، محبت اسمم اومده. حالا
آیا گلستان رو من میتونم واحد شمارش بگیرم؟ بچه گلستان اونجا واقعا به معنای چیز هست؟ آیا اونجا واقعا گلستان به معنای باغ و بوستان و اونهاست؟ یا نه از لحاظ حجم و اندازه گفته؟ به نظر شما جواب بدین، از نظر حجم و اندازه است یا نه؟ از نظر آفرین، همین که گفتین از نظر حجم و اندازه است، پس من اینو بهش میگم چی؟ ممیز. تمام. یک باغ محبت نمیگن، یک باغ محبت نمیگم، یک بچه به لحاظ چی میگن؟ به لحاظ اون اندازه و وسعت میگن. این یه نکته. بچه نگاه کنید، این نمودارهای پیکانی رو هم باید یاد بگیرید. نمودارهای پیکانی فوق العاده آسونه. چند تا نکته توی نمودارهای پیکانی میگم، خوب دقت کنید بچه ها، حواس باشه اینجا. همیشه روی ممیزتون عدد 2 میذارین، همیشه روی صفتتون عدد 1 میذارید. حالا نکته، از بزرگ به کوچک و بعد به هسته وصل میکنیم. آقا من یه همین نکته رو گفتم، این فلش ها رو باید یاد بگیری. تمام. خوب دقت کنید بچه ها، ممیز میخواییم فلشش رو یاد بگیریم. ممیز رو همیشه عدد 2 بذار، صفت قبلش رو 1 بذار، هسته هم که دیگه مشخصه. از عدد بالا به کوچیک وصل کن، همش رو وصل کن به هسته. اوکی؟ الان بچه ها دو تخته فرشه، ممیز هم چیه؟ تخته است. صفت هم چیه؟ 1ه، 2ه، درست شد؟ حالا از بزرگ به کوچیک وصل میکنم، 2 رو به 1 وصل میکنم، همش رو به فرش وصل میکنم. این قاعده ای که گفتم برای همیشه ثابته. مثال میزنم، گوش کن. مثلا بچه ها ما داریم که چند فروند هواپیما، شما بگین چند دو عددشو چند بذارم بچه ها؟ چند دو عددشو چند بذارم؟ چند، آفرین، 1. فروند رو چند بذارم؟ باریکالله، 2. هواپیما چیه بچه ها؟ هسته است. حالا وصلش کن، 2 به 1، همش به هسته. اوکی بچه ها، یاد گرفتین؟ به همین سادگی. نمودار پیکانی که اینقدر داره سوال میاد و بچه ها واقعا توش اذیت میشن، فقط من با 2 حرکت حلش کردم. پس ما توی ممیزامون همیشه 2 میدیم، صفت اول رو 1 میدیم، همه رو از بزرگ به کوچیک وصل میکنیم، همه هم به هسته وصل میشه. اوکی بریم بچه ها. الان این رو یک گلستان محبت 1 و چند میدم بچه ها؟ 1 و چند میدم؟ بگین بنویسم لطفا. آفرین، گلستان رو چند میدم؟ گلستان رو باریکلا 2 میدم. حالا 2 به 1 و همش به محبت، محبت همیشه هستم. اوکی بریم بچه ها. خب بچه ها نگاه کنین، باز مثال زده. 7 فرسخ، 1 1 2 هسته، 1 2 هسته، همه همینجوری 2 به 1 به هسته، درست شد؟ بریم بچه وابسته رو یاد بگیریم که چیه مضاف الیه مضاف الیه هست. خوب دقت بکنید. یک بچه خیلی ساده است مضاف الیه مضاف الیه. چرا ساده است؟ هر وقت 3 اسم پشت سر هم به وسیله کسره بود میگه مضاف الیه مضاف الیه. تموم. 3 اسم پشت سر هم به وسیله کسره میشه مضاف الیه مضاف الیه. این فرمولشه، فرمولشو یاد بگیر. یادم نگرفتی دیگه اصلا نمیخواد حفظش بکنی. مضاف الیه مضاف الیه، 3 اسم، تمام. فقط یک نکته که بچه ها اذیت میشین اینجاست، نکته به ضمایر توجه شود. اینجا این اسممون ممکنه چی باشه بچه ها؟ ضمیر باشه، از حواستون باشه. حالا محوطه میدان شهر، محوطه میدان تر نداریم، این مضاف الیه. میدان شهر تر نداریم، مضاف الیه، درسته بچه ها؟ حالا توی بحث مضاف الیه مضاف الیه خوب دقت بکنید بچه ها.
همیشه از سمت آخر فلش‌ها رو شروع می‌کنید. از سمت آخر شهر رو به میدان وصل می‌کنید، همه‌ش رو به محوطه وصل می‌کنید. همین. یا چیکار می‌کنید بچه‌ها؟ یا چیکار می‌کنید؟ یا اینکه اسم اولو یک میدین، اسم دومو دو میدین. اسم اولو یک دادیم، اسم دومو دو دادیم. حالا وصل کن. اسم اولو چند دادیم؟ یک. اسم دومو چند دادیم؟ دو. حالا وصل کن. تموم. بفرمایید. این هم فرمول مضاف الیه مضاف الیه به همین سادگی. ممیز چی بود؟ ممیز صفت رو یک میدادیم، ممیز رو دو میدادیم به هسته. مضاف الیه مضاف الیه اسم اول بعد از هسته دو، اسم اول بعد از هسته یک، اسم دوم دو. درست شد؟ این هم از این. حالا دقت بکنید بچه ها. اما میگیم که چی؟ کتاب، اینو دقت بکنید بچه ها، کتاب معلمش. الان اگه ازتون پرسیدم آیا مضاف الیه مضاف الیه به کار رفته یا به کار نرفته، باید بگین بله به کار رفته. چرا؟ گفتم به ضمایر توجه بکنید. اونجا هشدارتون بهتون دادم، آلارم رو روشن کردم براتون. اینجا هم همینه، میگیم کتاب معلم او. معلم مضاف الیه، او هم مضاف الیه، دو تا اسم پشت سر هم قرار گرفته. اینو یک میدم، این رو هم دو میدم. درست؟ این از این. قدرت قلم نویسنده، قلم نویسنده یک دو. گیرایی سخن او یک دو. همه رو به همین صورت مشخص میکنم. این از این. بریم بعدی بچه ها. آقا اگر از من بپرسی بگی آقا کدوم یکی از این وابسته‌های وابسته از همه مهمتره؟ همیشه سوال میاد، همیشه سوال داریم، هم توی امتحان نهایی سوال میاد، هم توی کنکور بچه ها سوال میاد، کدوم قسمت از همه مهمتره؟ اینجا صفت مضاف الیه بچه ها از همه مهمتره. چرا؟ چون دو فرموله هستش و اکثر دانش آموزها دو فرموله بهش توجه نمی کنن. حواستون باشه بچه ها، موضوع چیه؟ روشن بکنم موضوع رو براتون. آقا دو تا فرمول داره صفت مضاف الیه، من اینجوری می نویسم. دو فرمول است، این یک فرمول، این هم یک فرمول. فرمول اولش چیه؟ اسم صفت بیانی. فرمول دومش چیه؟ اسم صفت پیشین به اضافه اسم. این فرمول دوم. تمام. به هیچ عنوان بچه جاها تغییر نمی کنه فقط. یعنی اسم صفت بیانی داریم. ما صفت بیانی رو نمیتونیم توی دو بیاریم، یا صفت پیشین رو نمیتونیم توی یک ببریم. درست؟ این هم از این. حالا بچه ها لطفاً توی این قسمت یک کمی حواسا جمع باشه. خب چرا جمع باشه؟ به این دلیل که شما صفتهای پیشین رو همیشه دو بده، کلمه بعدش هم همیشه یک بده. این اسمش هم که هسته است. درسته؟ شما همیشه این اسم تو یک بده، صفت تو همیشه دو بده. این اسم هم هسته است. ثابت ثابت، به هیچ عنوان توش اشتباه ورود پیدا نمیکنه. اشتباه اصلا ورود پیدا. اینا رو یه گوشه بنویس، این عددات فقط توی ذهنت باشه. حالا بیایم اینجا. دانش آموز پایه 12 قاعده 1 یا قاعده 2؟ دانش آموز پایه 12 صفت شمارشیه. پس قاعده 1. قاعدمون چی بود بچه‌ها؟ قاعدم بود اولی هسته 1 2. حالا وصلش کن. این به این و این هم به این. اسیر این جهان، اسیر که هست است. اینو باید چند بذارم بچه ها؟ اینو باید چند بذارم روش؟ این
باری کله آفرین دو اینو چند یک حالا وستش کن دو به یک همش به اسیر تمام یاداوری خاطره دلپذیر یاداوری خاطره دلپذیر قاعده چند بچه ها قاعده یکم اینه یاداوری خاطره دلپذیر شماره بذار یک دو نیا کن از دو به یک وز کرده از اینجا هم به یاداوری برنامه کدام سفر کدام صفت پر صفت به اصطلاح پرسشیه کدامو چند میدم دو میدم اینو یک میدم از دو به یک و به این همیشه از عدد بزرگ به عدد کوچیک وصل کنید از عدد بزرگ به عدد کوچیک وصل کنید بچه ها لطفاً حواستون باشه این قسمت خیلی هم امتحانیه هم کنکوریه تموم بریم خب آقای مهندس یه زحمت میکشی یه برگه به من بدی بچه ها ما کلن 5 تا وابسته داریم خب من میخوام 5 تا وابسته رو اینجا بگم 3 تاشو گفتیم اون دوتای دیگر رو هم بگم که دیگه خیالتون راحت بشه خب نگاه کنید بچه ها کلن وابسته های وابسته چند تاست؟ 5 تاست 1, 2, 3, 4, 5 این سفر رو خوب یاد بگیرین یک جا میخوام بگم که دیگه متمرکز بشین یک ممیز چی بود بچه ها؟ فرمولش بود که صفت به اضافه واحد شمارش به اضافه اسم این ممیز دومی بچه ها چیه؟ دومی صفته اسم به اضافه صفت به اضافه صفت سومی چیه بچه ها؟ مضاف الیه فرمولش چیه بچه ها؟ اسم به اضافه اسم چهارمی چیه بچه ها؟ صفت مضاف الیه که دوتا فرمول داشت فرمول اولش چی بود؟ اسم بود به اضافه صفت بیانی بود فرمول دومش چی بود؟ اسم بود به اضافه صفات پیشین بود به اضافه اسم بود پنجمی چیه بچه ها؟ پنجمی هم قید صفت که اسم بود به اضافه قید به اضافه صفته تمام کل وابسته های رو اینجا براتون آوردم بچه ها حالا بچه ها از هر کدومش میخوام یک مثال بزنم فلشاش رو هم بذارم خب من اینجا می‌نویسم همیشه واحد شمارش 2, 1 این هم هسته حالا مثالش خوب دقت کنید میگم 2 کیلو گندم 2, 1 این 2 این هم هسته حالا وصلش کن این 1 صفت چیه بچه ها؟ صفت دانش آموزه مثلا میگم دانش آموز خوب مؤدب اسم رو که هستمونه صفت 1 این هم 1 از مؤدب به خوب از این هم به این مضاف الیه چی بچه ها؟ اسم از آخر وصل میکنیم میگیم که ماشین من معلم از آخر به این طرف این هسته 1, 1 صفت مضاف الیه چی بود بچه ها؟ دقت داشته باشید صفت مضاف الیه این رو هسته بود این اسم 1 بود و صفت بیانی هم مثلا میگیم که ماشین
معلم ماشینه. مثلا میگیم که دانش آموز مدرسه خوب. مدرسه میشه یک، این خوب هم میشه دو. از دو به یک و از همه اینها به دانش آموز. قید صفات پیشین بچه همیشه دو بود، دو یک و این هسته. میگم معلم این کلاس، این دو، این هم یک. این هم از این قید صفت رو اینجا می‌نویسم. قید صفت رو همیشه دو بگیر، این هسته، این هم یک. میگیم چی؟ ماشین نسبتاً گران. همه مثالا با ماشین شد. نسبتاً رو چند میدادم؟ دو. گران رو چند میدادم؟ یک. ماشین هم هسته، از دو به یک وصل کن، از این هم به این وصل کن. کل وابسته هایی که توی کنکور میخواد بیاد ایناست. کلش ها انصافاً بچه ها به دانش آموزان میگم اصلا یک حس خوبی میگیرن بعد از اینکه اینا رو یاد میگیرن. تستی که اصلا نگاهش نمی کردن. کنکور 99 پارسال خارج تست داشتیم. الان من دوتا نکته میگم، این دوتا نکته رو یاد بگیر، چشمی تستا رو ردش کن. خیلی ساده است، حواستون بهش باشه. بعد توی خونه بچه ها قشنگ خودتون تمرین بکنید، قشنگ تکرار بکنید، انقدر قشنگ در میاد اینها که چی. حالا بچه ها لطفا دقت داشته باشید. بچه های خوب دقت داشته باشید، این یک نکته من خب عالی واه چه کوچیک شد. بچه ها میبینن؟ عکس میگیرن دیگه. آره خب بچه ها دقت بکنید، دو تا نکته این دو تا نکته رو که گفتم خوب یاد بگیر، برو با چشم تست کنکور 99 خارج فکر کنم ردش کن، اصلا تحلیل نکن. نکته مهم چیه بچه ها؟ همه فلش ها به هسته وارد می شوند. از هسته فلش خارج نمی شود. این نکته رو توی ذهنت بسپار، برو تست بزن حال کن. بچه ها از هسته فلش خارج نمیشه. به عنوان مثال، مثلا به تو سوال داد، این سوال داد گفته بود به عنوان مثال گل زیبای شهر. خب بعد از اینجا اگه از این به اینجا آورد، آقا این اشتباهه. چرا؟ چون هسته که اصلا فلش بیرون نمیده، هسته اسمش روشه، همه فلش ها باید بیان واردش بشن. درست؟ این از این. حالا بچه ها من میخوام این رو فلشش رو بکشم، نگاه کن، میگم گل زیبای شهر. گل زیبای شهر بچه ها این جزو کدومی که از وابسته هاست؟ هیچ وابسته این نیست. زیبا صفته. اینجا زیبا صفته. شما اگه نگاه، اینجا شهر اسمه. شما اگه نگاه بکنید به هیچ عنوان صفت و اسم اینجوری کنار هم نمیاد، برعکسش درسته. یعنی اگه داشته باشیم گل شهر زیبا، درسته. درست؟ مثلا میگیم گل زیبای شهر. کدوم بچه ها؟ صفت مضاف الیه یک، اسم صفت بیانی. گل، ببخشید بازم من اینجا اشتباه نوشتم، گل شهر زیبا. گل شهر زیبا. میبینید بچه ها گل شهر زیبا، گل اسمه، شهر اسمه، زیبا صفته. پس صفت مضاف الیه. میبینی صفت مضاف الیه. حالا عدداشو بذار،
این صفره، این یکه، این چنده، این دوه. حالا وصل کن، تموم. درست بچه ها؟ اوکی این رد شیم از این مپ هست؟ رد شیم؟ خیلی خوب، بریم. ببخشید من چایی میخورم بچه ها، دیگه همه تعارف هم دیگه، این یک موقعی شما چیز نکنید. خب متشکرم، بریم. بچه انصافا دیگه اینو حواستون باشه که به اصطلاح اشتباه نکنه. کل وابستای وابستا رو گفتم براتون ها. خب بریم بچه ها. آقای قلم رو ادبی رو خوب بخونید ها. گفته چی؟ یک روز دنیایی برون چشم داشت و از آن چشم میزد. بیت روم چشم داشتن یعنی انتظار داشتن، از آن چشم میزد یعنی میترسید، میگن از فلانی چشم میزنه. از نظر آرایه ها بررسی بکنید، اینو بررسی کردیم توی درس. بریم بعدی. آقای مهندس قاطی شدی، خیلی به هم ریخت. بله بله. خب بچه ها این خیلی داره سوال میشه، خیلی داره سوال میشه. همین کنکور 99 سوال بود. از چاله در آمدن و در چاه افتادنه. تمام. چه خوش گفتن که امپراتورهای بزرگ همانند آدمهای ثروتمند معمولا از سوء هاضمه میمیرن. سوء هاضمه رو دقت کن، یعنی بچه ها نگاه کنید مقصودش چیه به نظر شما؟ امپراتورهای بزرگ مانند آدم های، یعنی چیکارن؟ خسیسن. انسان های خسیسی هستن، یعنی اینقدر پول دارن، ثروت دارن، ولی از پول هاشون استفاده نمی کنن. یعنی چی بچه ها؟ عدم استفاده از قدرتشون، امکاناتشون. خب مفهوم کلی بچه، این مربوط به قرابتتون ها، حواستون باشه. صد تیغ جفا، مفهومشو بنویسید. صد تیغ جفا بر سر و تن دید، یکی چوب تا شد تهی از خیش و نیش نام نهادن. عدم پذیرش ظلم و ستم. میگه تا زمانی که از خودش توی شد، به اصطلاح بچه آیین طریق از نفس پیر مغان یافت، آن خز که فرخنده پیش نام نهادن. بچه توجه به پیر و راهنمای راه. این هم از این. خب بریم. گنج حکمت رو نمیخونیم، حذف نخونید ها. گنج حکمت رو نخونیم، بریم درس نهم کویر دکتر شریعتی. بچه آقا این درس نهمتون خیلی خیلی مهمه. چندین سال داره ازش تست میدن، نکته ازش میگن، سوالای مختلف ازش طرح میکنن، چه به لحاظ معنی، چه به لحاظ دستور، چه به لحاظ آرایه. حواستون پس بهش باشه. من یک سوال ازتون بپرسم ببینم که این مبحث رو میتونیم جواب بدیم. الان اگه داشته باشم 2 کیلو خریدم، آیا ممیز داریم یا نداریم بچه‌ها؟ اگه بپرسم 2 کیلو خریدم ممیز داریم یا نه؟ 2 کیلو خریدم، باری کلا آقای خانم شادی، باری کلا آفرین، نداریم. چرا؟ چون اسم نیومده، اسم نیومده. اون اسم مهمه. قاعده توی ذهنتون لطفاً باشه، فعل اومده. تموم، بریم. بچه کویر یک سری نکاتش مهمه، من فقط علامت میزنم براتون. بچه این تموز به اصطلاح بعد پاییز و ببخش تیر ماه توی ذهنتون باشه. تموز، تیر ماه. بعد اینجا باز ببینیم نکته دیگه ای نداریم. بچه کلمه مشایعت، همراهی کردن مهمه. یه نکته بچه اینجا وجود داره، تاریخ ادبیات، حواست باشه. آقا یه نکته بسیار مهم،
استاد یه سوال، شعرخوانی برای امتحان نهایی هست شده، شعرخوانی ها رو هم برای امتحان نهایی نخونید. هم شعرخوانی، هم گنج حکمت، هم روانخوانی ها برای امتحان نهاییاتون هست شده. فقط از دوازدهم ها برای کنکور دهم یازدهمتون رو بخونید. بچه ها نگاه کنید، ما دو تا اثر داریم، یکی تاریخ بیحقیه، یکی تاریخ بیحقه. خیلی تست قشنگی میشه اگه اینو بدن بهتون. تاریخ بیحقی از ابوالفضل بیحقیه، این تاریخ بیحق از ابن فندقه. پس اونه که باید حفظ میکردیم حفظ... نه دیگه، نمیخواد حفظ بکنی دیگه، حفظ نکن، برای خودتون حفظ بکنید که لذت ببرین از شعر، ولی برای امتحان نمیخواد حفظ بکنید. خب بچه اینو لطفا دقت بکنید، تاریخ بیحقی ابوالفضل بیحقی، تاریخ بیحق از ابن فندق، خیلی هم مهم هستش. این از این. بچه دقت بکن، اینجا یه کلمه داشتیم، من میگم شما بگین به اصطلاح بر روی باب علم چه نوع اضافه ایه. بچه ها باب علم، باب علم، همه بگن لطفا تا من یه نکته بگم. بچه لطفا دقت کنید، این خیلی ساده است، برای خودتون پیچش ندین. بچه نگاه کنید، دو تا اضافه داریم دیگه، خب یا تشبیهیه یا استعاریه. توی تشبیه ها از رابطه دو تا کلمه به صورت مستقیمه، یعنی یک و یکه. توی استعاری ها رابطه شون مستقیم نیست، باید اول به یه جایی برسن بعد به اون جای اصلی برسن. مثلا نگاه کنید، میگیم دریای علم، میگیم علم مانند دریاست، مستقیم رسیده بهش. میگیم دریای علم، علم مانند دریاست، مستقیم رسیده. اما داریم باب علم، نمیگیم علم مانند دره، میگیم علم مثل یک خونه یه که در داره، غیر مستقیم بهش رسیده. بچه ها اگر غیر مستقیم برسه میشه اضافه استعاری. باریکالا. علم ماننده، حالا نگفته خانه، علم ماننده خانه در داره. نگاه کنید بچه ها، من یه صفحه باز داشته باشم اینجا و اینجا. خب بچه نگاه کنید، من یه لحظه سری بگم این رو. بچه استعاره ها به دو دسته تقسیم میشه، یا مصرحه هستش یا مکنیه هستش. شما نیاز نیست که بچه تجربی ریاضی استاد بیشتر توضیح بدین، چشم. بچه تجربی ریاضی هنر زبان اگه هستن نمیخواد این اسما رو خوب یاد بگیرن، ولی بچه های انسانی اگه هستن باید دقیق یاد بگیرن. یعنی توی تست ازت میخواد، میگه استعاره های مکنیه رو پیدا کن، میگه استعاره های مصرحه رو پیدا کن، ولی از شما نمیپرسه، فقط میگه استعاره، تموم، فقط میگه استعاره. حالا زمانی که میگه استعاره، ذهنت باید جرقه بخور همه استعاره هاست. برای همین من به بچه خودم میگم که بچه حتما بیاین مصرح مکنیه رو هم شما یاد بگیرین. وقتی یاد بگیرین نگاهتون گسترده میشه، سریع میتونید استعاره ها رو در بیارید. حالا نگاه کنید بچه ها، توی مصرحه اصلا جمله تشبیهی وقتی که ازش مشبهان به تنهایی باقی بمونه، مشبهان به تنهایی، فقط مشبهان به، این رو بهش میگه مصرحه، تمام. مکنیه چیه بچه ها؟ مکنیه اگه مشبه از تشبیهمون به اضافه وجه شبه بشه، این رو بهش میگیم مکنیه.
تمام تشخیص ها رو استعاره مکنیه بگیر، تمام اضافه های استعاری رو استعاره مکنیه بگیر. مثال بزنم که خوب متوجه بشی. الان اینجا چی گفت؟ گفت در علم. اینجا میگه در حکمت. در علم جمله تشبیهیش چیه بچه ها؟ میگیم در، میگیم علم مانند خانه در دارد. ارکان تشبیهشو بگو برام. ارکان تشبیهشو بگو. علم مشبه، مانند اعداد، خانه مشبهون به، ویژگی خانه دره، این میشه وجه شبه. حالا از این جمله تشبیه من چی مونده بچه ها؟ مشبه هم مونده، به اضافه وجه شبه هم مونده. حالا اگر مشبه به وسیله کسره به اضافه وجه شبه بشه، این رو بهش میگیم چی؟ اضافه استعاری. فقط باید مشبهون به نیاد ها. اگه مشبهون به بیاد که قاعده همون به هم میخوره کلا. اوکی بچه ها نگاه کنید، الان مثلا توی مصرح ها سنم مه همه مصرح هست. مثلا من یک مثال بزنم، میگیم که ماه آمد. خب جمله چیه بچه ها؟ میگیم معشوق مانند ماه است. جمله من فقط چی مونده؟ مشبهون به. مشبهون به، چون مشبهون به اومده پس استعاره مصرح هست. حالا نکته مهم چیه؟ توی تست بچه ها، توی تست هر زمانی که سوال ازت شد درباره استعاره، اول می دنبال تشخیص ها می گردی، خیلی کمکتون میکنه. بعد اگه از طریق تشخیص ها پیدا نکردی، ببین کلمه در جمله وجود داره، کلمه در جمله وجود داره که در معنی خودش نباشه، اونو استعاره بگی. تموم. الان نگاه کنید، ماه آمد، ماه به معنی ماه آسمان. اگه ماه به معنی ماه آسمان باشه، این آمده اینجا چیکار میکنه؟ ماه میتونه رابره به نظرتون؟ نه. درست شد؟ این از این. این میشه بحث استعارمون. خب حالا بچه من یه نکته بگم درباره تشبیه، حواستون باشه. آقا این بحث اضافه تشبیهی فقط مشبه به اضافه کسره به اضافه مشبهون بهه. وقتی که میگیم دریای علم، میگیم علم به دریا، نگاه مستقیم اومده، مستقیم اومده. بچه ها الان میگن آقا خیلی اینا توی تستا سخت میشه، اشکال نداره. برای اضافه استعاری یک نکته میگم، اکثر اضافه های استعاری اینجوریه بچه ها. خیلی نکته کلیدیه، نکتهش واقعا کلیدیه، به دردتون میخوره تو تستا. هرگاه اعضای بدن انسان به اضافه کسره شد، به اضافه یک غیر انسان شد، این رو اضافه استعاری در نظر بگیر. تموم. مثلا پای خرد، پا عضو ویژگی انسانه به اضافه چشم زمانه، باریکلا چشم عضو ویژگی انسان، زمانه غیر انسانه، همه رو اضافه استعاری در نظر بگیر. اوکی بچه ها، اینم از این. بچه ها امشب فعلا کافیمون باشه. زنده باشین، زنده باشین. ما یه جلسه دیگه هم با هم داریم، این تایمی که یک کمی امشب میخوایم کلاس رو تعطیل بکنیم، میزنیم اونجا یه کلاس، اونجا باز بیشتر کلاس رو ادامه بدیم. سوال داریم، سوالا رو بپرسید. زنده باشین، مرسی. خیلی خوشحالم که بچه ها حس خوب دادین، حس خوب گرفتین. بچه ها سوالاتتون، یک دونه سوال بپرسید من جواب بدم، بعد یه کلاس تمام بود. یه دونه سوال، شیوه بلاغی رو الان میگم براتون، خیلی ساده. شیوه بلاغی بچه ها نگاه کنید، شیوه بلاغی درس نهم انشالله بعد میگیم بهتون. آقا شیوه بلاغی اینه، شیوه ها کلن به دو دسته تقسیم میشه، یا شیوه هامون عادیه یا شیوه هامون بلاغیه. تست کنکور شده تو کتاب دهمت هم هستش، خوب دقت کن بچه. شیوه عادی چیه؟ شیوه عادی یعنی این که فعل در آخر جمله بیاد،
فاعلت اینجا بیاد، بقیه مفعول و متمم و مسند هم اینجا بیاد، تموم. این میشه شیوه عادی. اگه این ساختار به هم بخوره میشه شیوه بلاغی. یعنی چی؟ یعنی فعل من اول جمله بیاد، بعدن نهاد بیاد، مفعول بیاد، مسند هم بیاد. یه نکته، اگر منادا وسط جمله بود این هم شیوه بلاغیه. فقط بچه ها چشم، فقط بچه ها دقت بکنید، حواس من باشه، حواست باشه که باید اون فعلی که میاد، اجزای که بعد از اون فعل میاد، اجزایی که بعد از اون فعل میاد، بچه ها مربوط به اون فعل باشه ها. مثال رو نگاه کنید، نگاه کنید، مثلا میگم گفتم غم تو دارم. الان دانش آموزی سری نگه آقا این شیوه بلاغی داریم چون فعل اول اومده ها، اصلا این درست نیستش. چرا؟ به دلیل اینکه این گفتمه در اصل نهادش اینجاست، میگیم من گفتم، پس این شیوه بلاغی نیستش. درست شد؟ حالا من یک بیت بچه ها براتون بگم، این بیت رو دقت بکنید بچه ها. خاکیست، خاکیست، خاکیست که رنگین شده از خون ضعیفان. وای وای چقدر بد شد، بذار اینو درست بنویسم من. مثال بچه ها نگاه کنید، میگیم خاکیست که رنگین شده از خون ضعیفان. بیا دنبال فعلات بگرد. خاکیست که رنگین شده از خون ضعیفان. این از خون ضعیفان مگه متمم نیست؟ مگه در زبان فارسی متمم نباید قبل فعل بیاد؟ الان کجا اومده؟ الان بعد فعل اومده. پس میشه چی شیوه بلاغیمون؟ فقط یک نکته، اون فعلی که در اول جمله میبینید 50% شیوه بلاغی در نظرش بگیر. آیا ببین نهادی که قبل از اون فعل اومده مربوط به اون فعل، نهادی که بعد از فعل اومده یا اجزای دیگه که بعد از فعل اومده مربوط به اون فعل هست یا نه؟ نگاه کنید الان اینجا، الان این غم تو دارمه هیچ ربطی به گفتم نداره، این گفتم خودش برای خودش مستقله، اینو بهش میگیم شیوه بلاغی. درست شد؟ ببخشید الان کلاس میتونید داشته باشین، ببخشید آفلاین کلاس، آفلاین کلاس میتونن داشته باشن. بله آفلاین کلاس میتونید داشته باشین. بله بچه ها اگه اجازه بدین سوالا رو لطفاً یک گوشه جزوه‌تون یادداشت بفرمایید، ان شاءالله جلسه بعدیمون اصلا میایم فقط سوال شما رو جواب میدیم. خوبه؟ قول میدم بهتون. مرسی بچه ها، ممنونم، ممنون، امیدوارم که این جلسه امشب بچه ها به دردتون بخوره و حس خوبی گرفته باشید. مرسی، مرسی بچه ها، خیلی ممنون، خیلی ممنون از محبتتون، واقعا سپاسگزارم. تک تک تو رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، تن خدا نگهدارتون بچه ها، خدا حافظ.